بچه چطوری دوندم که یادی بشید رسید اصلا در خیمتونم با این ویدیو بالاخره تموم شد انتظارا و سیزن 4 فوتبال هم از راه رسید. ببینیم که توی سیزن 4 چه خبره و چیا اضافه شدن بازی. پس خیلی سریع ببینیم که ویدیو شروع کنیم. لایک و سابسکرایب حتما بذارید که نمیتونی سر بگرم. اول بریم سراغ تلرن رسمی سیزن 4 و ببینیم که توی این تلرن ما چیا رو داریم. تقریبا میتونیم بگیم که کپی پیست کرده همون تلری که ما توی سیزن 3 داشتیم، همون حالا فقط نوشتاش اومده عوض کرده. همونجا مثلا سیزن 3 هم داشتیم که اینجا نوشتاش مثلا عوض شدن The Carnival Vibe و اونجا میومد باشگاه نشون میداد، حالا اینجا لوگوی تیمای ملی رو داریم و اینم از فضای سیزن 4 بازی. یه جورایی داره اینجا اپیکای امروز هم معرفی میکنه و کارنوال کمپینی که حالا جلوتر بهش میرسیم و بررسیش میکنیم و کیت جدیدی هم که حالا اضافه شده و به کیت هم قراره برسیم. این از لاگیمونوس معمولی که حالا اتفاق خاصی هم نیستش، هر چی بشه ما اینو تو بازی داریم. اینم از لاگیمونوس ویژه کمپین کارنوال و جوازی که میتونیم از طریق این لاگیمونوس بگیریم، میتونیم اسکیل ترنینگ بگیریم، میتونیم جی پی بگیریم و همینطور سکه. پنجشنبه و شنبهش میتونیم اسکیل ترنینگ، بقیه روزا میتونیم جی پی و همینطور روز دوشنبه میتونیم 50 تا کوین بگیریم به شرط اینکه هر روز وارد بازی بشیم. اینم از کارت هایلایت رایگان نیمار جونیور که به همه داده کنم. تقریبا میتونیم بگیم که مثل پارسال عمل کرده، ولی ما اونجا بازیکن لژندری رایگان داشتیم، حالا اینجا کارت هایلایت رایگان بهمون قراره بده کنم. خود من فکر میکردم بره بازیکن اپیک بهمون بده، ولی خب این اتفاق نیفتاد. اینم از جواز فاز ریوارد ای فوتبال لیگ قبلیه که حالا ما امروز وارد فاز جدید شدیم. 20 کا جی پی من تونستم بگیرم، 2900 تا پوینت تونستم بگیرم و همینطوری سری اسکیل ترنینگ هم بهم داد. یه دونه نظرسنجی مثل اینکه کنامی تو سایتش قرار داده، شما میتونید روی این لینک بزنید و توی نظرسنجیش هم شرکت بکنید. اول از همه بریم سراغ گرفتن نیمار جونیور کارت هایلایت رایگانش که فکر کنم به اوورال 97 اینا برسه. خب همون حالا وای کلا کمپین کارنوال هم طراحی کارتش داره. خب باشه، اول بریم سراغ کمپین کارنیوال و ببینیم که تو این کمپین چه خبری و چه جوازی میتونیم از طریق این کمپین به دست بیاریم. اول نگاه بکنید، مدت این کمپین 3 هفته است و ما قرار اینا 3 هفته تو بازی داشته باشیم. اول بریم سراغ لاگیمونوس ویژش که اینو با هم دیگه دیدیم که در مجموع ما میتونیم 150 تا کوین بگیریم، 300 کجری بگیریم و همینطور 120000 تا ایکس پی ترنینگ میتونیم دریافت کنیم که میشه هر هفتهش 50 تا کوین، 100 کجری و از اون طرف 40 کا ایکس پی. اما بریم سراغ شانسای رایگان هایلایت های برزیلی که در مجموع ما میتونیم 6 تا هایلایت رایگان برزیلی به دست بیاریم. امروز که بهمون یه دونه نیمار جونیور رایگان هایلایت داد، در کنارش یه دونه شانس رایگان هایلایت ما امروز تونستیم بگیریم از یه باره 5 تایی. یه باره هایلایت کاملا رایگان برزیلی اینجا داریم که در مجموع 5 تا بازیکن هایلایت ما تو این باره داریم که هر 5 تا بازیکنشو میتونیم دریافتشون بکنیم. اما چه جوری؟ همونطور که اینجا ویدی گفته آقا هر 5 شمه شما باید وارد بازی بشی مثل امروز و یه دونه شانس رایگان میتونی بگیری از این باره هایلایتش. در طول مدت این کمپین کارنیوال ما کلا 3 تا 5 شمه داریم، یکی میشه این 5 شمه و 2 تا 5 شمه هم در آینده داریم که میشن 8 فوریه و همینطور 15 فوریه که با لاگین زدن توی بازی میتونیم یه دونه شانس رایگان بگیریم و 3 تا بازیکن هایلایت رو از اون 5 تا بکشیم بیرون. هایلایت نیمار هم که کلا جدا به همه رایگان داده، فقط میمونه 2 تا بازیکن دیگه که اونا رو میتونیم از طریق توریونتو بگیریم. همینطور که میبینید تو قسمت جواز توریونتو ما میتونیم 2 تا هایلایت برزیلی دیگه هم رایگان به دست داریم، یعنی در کل میتونیم هر 5 تا بازیکن ایمپکت رو بگیریم رایگان. تو قسمت ایونت های آفلاینش اگه وارد بشیم، اینجا همونطور که میبینید ما یه تور ایونت جدید داریم که به بازی اضافه شده به اسم ساوت امریکن کلاب. میتونی با تکمیل کردن این ایونت 2 تا شانس رایگان دیگه بگیریم از اون باره هایلایت برزیلی. اگه وارد قسمت توضیحاتش هم بشیم، با رسیدن به 1000 تا پوینت میتونیم یه دونه شانس رایگان بگیریم، همینطور ادامه میدیم تا به 3000 تا پوینت برسیم و در مجموع میتونیم 2 تا شانس رایگانش رو بگیریم و کلا اون 5 تا بازیکن هایلایت رو میتونیم در بیاریم. قسمت دیگه ای که تو کمپین کارنیوال جدید اضافه شده بازی این کیت است که البته نرفته تو قسمت شاپ پوینت که بشه اونو با پوینت بخریم، رفته تو قسمت پک ها. همونطور که می‌بینید این کیت به این قسمت پک ها اضافه شده و قیمتش هم 500 تا کوینه. بالاخره بریم سراغ ماموریت‌های کمپین کارنیوال که می‌تونی 50 تا کوین به سری ایکس پی و جی پی ازشون بگیری. بریم تو قسمت میژن، قسمت ابجکتیو‌ها و بریم سراغ ماموریت‌های کارنیوال که اینجا ازم خواسته که آقا گلزنی بکنیم با بازیکنی که ملیتش برزیلی باشه تو قسمت تور ایونت و همینطور تو قسمت چالنج ایونت فقط باید گلزنی بکنیم با بازیکنی که ملیتشون برزیلی باشید. فاز پنجمی فوتبال لیگ هم اینجا استارت خورده که از امروز حالا شروع شده تا هفتم ماه بعد میلادی هم قرار تو همین فاز باشیم که به نظر میرسه یه 5 هفته تو این فاز 5 هستی. اینم از مچ پس که میشه گفت نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده و حالا همون چیزایی که ما از قبل داشتیم اینجا هم داریم، فقط ریسیت شده و دو تا بازیکن هایلایت جدید این قسمت اضافه شده. تو قسمت والیو ما فاندفن رو داریم و تو قسمت پریمیوم هم ژائو نوس رو داره. بریم سراغ ایونت های آنلاین جدید امروز که کلا 3 تا ایونت اضافه کرده که دوتاشون سکه دارن. ایونت اولی تمد ایونت AFC ایژین کاپ قطر 2023 هستش که میتونیم 50 تا کوین رایگان ازش بگیریم. ایونت بعدی هم که چالنج ایونت آنلیمیتده که حالا میتونیم از طریق جی پی و ایکس پی اینا بگیریم و تمد ایونت برزیلن کلاب هم داریم که از این هم میتونیم 50 تا سکه رایگان به دست بیاریم.
تو قسمت ایونت های آفلاینش هم که دو تا تور ایونت جدید اضافه کرده که حالا در مورد تور ایونت ساوت امریکن کلاب با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که میتونیم دو تا قرعه هایلایت رایگان از برزیل بگیریم و تور ایونت برزیلین کلاب هم داریم که میتونیم از طریق یه دونه شانس رایگان بگیریم از قرعه پی او تی دبلیو این هفته. بریم سراغ منیجر پک زیکو و زیکو رو با هم دیگه ببینیم که چه جوریه. بریم سراغ این قسمت. همونطور که میبینید بوستری که کنامی براش در نظر گرفته دریبلینگ بوستره و میتونه به دریبلینگ بازیکن‌ها یه دونه اضافه بکنه. بریم سراغ قسمت کانتنت. قیمتش هم که دیدیم 500 تا کوینه. علاوه بر اینکه میتونیم زیکو رو بگیریم با این 500 تا کوین میتونیم 10 تا EXP 4000 هم دریافت کنیم. بریم سراغ خود زیکو و آماراش. همونطور که دیدید برای پوزیشن گیم دیگه، پوزیشن گیم 823 رو داره زیکو، 53 سال است. و بریم سراغ این قسمت و همونطور که می‌بینید به دریبلینگ بازیکن‌ها قراره که یه دونه اضافه بکنیم بوستشون بکنه. اما بریم سراغ پک‌های جدید امروز که هم اپیک داریم، هم پی او تی دبلیو داریم، هم هایلایت برزیل هستن، هم از این طرف نومینیت‌های جدیدم داریم. بریم سراغ باکس اپیک تیم ملی برزیل با حضور نیوار جونیور، روماریو و همینطور دنیلسون. اول بریم سراغ نیوار جونیوری که کریتی پلی میکره. بریم سراغ استاتوش و همینطور بوسترش که بال کرینگ پلاس 2 داره که یاد به دریبلینگ و تایتش و اسپید در اینطور بلنسش دو تا اضافه میکنه. روماریای 28 ساله با پلینگ استال فاکس این دباکس رو داریم. بریم سراغ بوسترش که استرایکرز اینستینکت، حالا نمیدونم درست خونده باشم یا نه، پلاس 2 داره که میاد به اتکینگ اورننس و بال کنترل فینیشینگ و همینطور اکسلریشنش دو تا اضافه میکنه. و بالاخره بریم سراغ دنیلسونی که ما تو ایمپکت داریم با پلینگ استال هول پلیر. بریم سراغ این قسمت و بوسترش که اگیلیتی، حالا نمیدونم که درست خونده باشم یا نه، پلاس 2 هم هستش، این که به اسپید اکسلریشن بالانس و همینطور استامیناش دو تا اضافه میکنه. اینا از قرعه هایلایت تیم ملی برزیل با حضور 5 تا بازیکن هایلایت که هر 5 تاشون میتونیم رایگان به دست بیاریم، که حالا بازیکنی که ما تو این قرعه داریم مارکینیش رو داریم، رنالدو رو داریم، دنیلو داریم، رافائل ورگا رو داریم و همینطور پدرو داریم. میتونست خیلی بازیکن خفنتر اینجا بذاره، مثلا میتونست رودریگو بذاره، چه میدونم وینیسیوس بذاره، کاسمیرو بذاره، ولی رفته حالا سراغ این بازیکن. بریم شانس رایگان اولو بزنیم ببینیم که کدومیکی رو میتونیم برای اولین شانس بکشیمش بیرون. حداقل بره سراغ مارکینیوش که حالا من ببینم که چه آواری داره مارکینیوش. بریم داخل ورزشگاه، اولین شانس رایگان رو برای هایلایت برزیل و کدوم بازیکن شماره 6 دنیلو رو تونستیم بگیریم. فکر کنم النبی باشه دنیلو، نه آربیه. بریم سراغ پک های نامنتینگ جدید که دو تا پک جدید اضافه کرده، که پک اصلی گلدن بویز اضافه کرده، در کنارش هم یه پلیر آف دی مانس لیگ مکزیک هم داریم که حالا اضافه شده. بریم سراغ گلدن بویز ها ببینیم که تو این پک چه خبره. که ما تو این پک 4 تا بازیکن 4 ستاره گذاشته، 4 تا بازیکن 5 ستاره هم داریم. بازیکن 5 ستاره که داریم داروین نونیز رو داریم، کاماوینگا رو داریم، دنی ویویان رو داریم و همینطوریم دروازه‌بانی که واقعا نمیتونم اسمش رو بخونم. بین ردیف پایین هم 4 تا بازیکن 4 ستاره داریم که موریلو، پابلو توره، بونانوتی چیه و همینطور دارامی رو داریم. من که از این پر فقط همون دو تا اولی رو شناختم، داروین نونیز و کاماوینگا رو. بریم سراغ پی او تی دبلیو جدید با حضور 3 تا بازیکن بوستر دار، یعنی تونی کروز، پاور و همینطور سولروت رو داریم، بالا بازیکن بوستر دار و کنارش هم علی سری بازیکن معمولی هم داریم، آلفونسو دیویز، دکتلار، تریر، برغوز، کوکه و سه تا بازیکن 4 ساله که این پایین داریم، یعنی غزنوی چیه، سرگی آلتیمیرا، همینطور مرکان رو داریم تو این پک. اول بریم سراغ تونی کروسی که پلینگ استال اورکستریتر رو داره و بریم اول سراغ بوسترش که پاسینگ پلاس 3 داره که به لول افتید پاسش 3 تا اضافه میکنه، کرل همینطور که کیکی بارش هم 3 تا اضافه میکنه زمانی که فرم تونی کروس ما ای باشه، که این هفته خب ای هم هستش. استاتایی هم که داره بال کنترل 94 داره که خیلی عالیه، ولی خب دریبلینگ چندان زیاد نیستش، تایت پوزیشن 8 داره و لول افتید پاس 96 93 که تو ترکیب اگه بذاریم بیشتر هم قراره بشن. پایین‌تر ست پستکینگ 91 داره، کرل 86 داره که تو ترکیب اگه بذاریم فکر کنم به 88 89 برسه و اسپید نا که نداره، ولی یکی کیبر 88 داره که بازم اگه تو ترکیب بره به 90 هم میرسه. بریم سراغ بوستر داره دیگه که ما توی پک داریم، یعنی سولروتی که پلینگ استال گل پوشر داره. اول بریم سراغ بوسترش که فیزیکالیتی پلاس 3 داره که میاد به جامپش و فیزیکال کانتاکت بالانس و همینطور استامیناش 3 تا اضافه میکنه، حالا زمانی که فرمش ای باشه. بال کنترل دیمینو که هیچی ولش کنیم پایین تر، لوپاس 90 داده بهش کنم، این لفتده 67، یعنی خیلی فرق دارم بین اینا. فینیش 88 و همینطور هد 83 داره که تو ترکیب هم بره اینا بیشتر هم میشه، فکر کنم فینیشش به 90 اینا برسه. بیاین پایین تر، سرعت 85 میتون میده، کیکی بار 84، جامپ 84 و فیزیکال کانتکتی که 93، تو ترکیب هم بیشتر میشه و بالانس بالانسش بودبوز شده 64، حالا خب کیچی بشه این 64، من میخوام چیکار بکنم. سومی پوتوی بوستر ما تو این پک سیبی بونه، یعنی پاوردی که اکسترا فوندمن هم هستش. اول بریم سراغ بوسترش که دفندینگ پلاس 3 هستش و یاد به دفنس اورنس، سکلینگ، اکسلریشن، همینطور جامپینگ 3 تا اضافه میکنه با شرط اینکه حالا فرمش هم ای باشه. بریم سراغ استاتاش. اول بریم سراغ استاتای دفاعش که
دفز اورنس شده 93، تکلینگ شده 89، اگریگیشن 82 و همینطور انگیجمنت 80. با بوسترش هم جامپینگش به 90 رسیدی که حالا تو ترکیب اگه بره بیشتر هم میشه. بریم سراغ آلفونسو دیویس سرعتی اتکینگ فول و ببینید سرعتش چجوریه. خب دریبلینگ 85 هم که داره، بقیه آمارش که متوسط و اسپید 99، اکسلریشن 94 که اگه تو ترکیب بره فکر کنم اسپیدش به 100 حتی برسه، شاید هم به تو بیشتر. یکی که باور 80 و جامپ 80 کم داره و همینطور بالانس 83. خب بچه‌ها از این ویدیو و شروع سیزن 4 حتما تو قسمت کامنت ها نظرتون در مورد این سیزن بگیدید که آقا بد بود، خوب بود، اصلا کلا از یک تا ده بهش نمره بدید که چجوریه بوده سیزن 4. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید. دیدم تو اینستاگرام تو ویدیو بعدی. خود نگهدار.